الحمد لله رب العالمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان وسبحان الله تملأ الميزان وسبحان الله وبحمده تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض الصلاة نور وصدقة برهان والقرآن حجة لك أو عليك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم برادرای عزیز بارها به این تذکر دادیم که اسلام عزیز ما بعد از عقیده بزرگترین دستورش همانا رابطه دوامدار با الله متعال است ایمان عمیق یک رابطه عمیق و دوامدار را تقاضا می کند و این رابطه توسط نماز در حقیقت تسجیل پیدا می کند و تبلور پیدا می کند و به می خاطر است که جمهور علما به این باور هستند که اگر کسی هر گناه بزرگی را انجام بدهد از قتل از زنا، شراب، الاخره ما به گناه کسی را کافر نمی ولی اگر کسی نماز نمی خواند میگه او کافر است احناف رضوان الله علیه مجمعین اونا میگن که کافرش نمیگیم ولی قطعا بندی میشه تا ای که در دو حالت قرار بگیره یا باید نماز بخواند و یا اگر منکر شود در حقیقت باز به حد ردت از بین می رود اصحاب کرام به می باور بودند که ما هیچ کسی را به گناه کافر نمی گفتیم ولی بی نماز را کافر می دانیم بی نماز را کافر می دانیم یک نظر دیگری هم بسیار زیبا هست و ما خوشم می آید که کسی که نماز نمی خواند کافر است ولی شخص را مستقیم نمی گیم یعنی نه نماز خواندن کفر است ولی شخص مستقیم را کافر نمی دانیم به تأویل سرش باور میکنه نماز در حقیقت ستون دین است الصلاة عماد الدین فمن اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین ستون دین است هر که نگهش داشت دین را نگاه میکند و هر که از بینش برد در حقیقت دین را از بین برد رسول ما صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگری تعبیر می کند که اول ما یحاسب به العبد الصلاة در روز قیامت از ما از جهاد ما از صدقه ما از حج ما از روزه ما از دیگه خوبی هایی که انجام دادیم اول از او پرسیده نمی شود اول چیزی که پرسان می شود از نماز است اگر در نماز کامیاب شدی بعد از او باز اعمال دیگری پیش کرده می شود اگر در نماز ناکام شدی ما سلککم فی السقر قالوا لم نکن من المصلی در دوزخ چی می کند؟ می گن نماز نمی خوند نماز نمی خوند از این خاطر و تعبیرات قرآنی بسیار دقیق است
شما بخوانین یا ایها الذین آمنو، پشت سرش غالبا میبینه که مسئله نماز مطرح میشود. و حتی اگر تحلیل بکنین، اممی که نماز میخواند الله متعال اونا را از سقوط نگاه میکنه، امتهایی که در نماز سستی میکنند سقوط و بدبختی در دنیا هم با آنها سر و کار دارد. الله متعال ما شما را توفیق عنایت بکنه که به نماز بیشترتر توجه بکنه و این رکن عظیم الهی را بهترتر بگیره. بعد الله توفیق عنایت بکنه که مفاهیم نماز را و نظم نماز را و جایگاه نماز را بهترتر بدانه. نماز در حقیقت وسیله اتصال ما با الله است، ولی این را هم میدانیم که الله پاک است. ان الله طیب لا یقبل الا طیبا. الله پاک است، او عمل را دوست دارد که او پاک باشد. اعمال گنده را الله دوست ندارد. از این خاطر باز نماز را وقتی که بحث میکنیم یک سلسله ارکان برش قائل شدیم و یک سلسله هم شروط برش قائل شدیم. در شروطش باز میگم که یکی هم پاکی است. این پاکی هم از نظر فکری باید باشد، هم از نظر ظاهری باید باشد. از نظر فکری باید عقیده پاک باشد، عقیده توحید باید باشد، عقیده باید در چهار چوکاتی که دین تعیین کرده باید باشد. عقیده خرافی، عقیده غلط و بی‌معنا، در حقیقت هر قدر نماز بخوانی چون عقیده گنده است الله و عبادت را نمیپذیرد. از این خاطر کافرا و مشرکین شاید از نظر لباس بسیار پاک باشند. از ما که در زیاد خود را هر روز میشویم، عطر خوب استعمال میکنه، ولی رب میفرمه انما المشرکون نجس، پلید هستند، گنده هستند. بعد از اینکه عقیده جور شد، پاک شد، عقیده پاکی ظاهری را هم باید در نظر بگیریم. از این خاطر است که غسل احکامش بسیار زیاد است در فقه اسلامی. چه وقت غسل واجب می شود، غسل چه وقت سنت می شود و دلایل وجود دارد، هم از نظر نصوص و هم نظر عقل. ولی انگامی که می خواهیم با پروردگار ما اتصال داشته باشیم، باید وضو بگیریم. یعنی معنایی که اصل خویست که همیشه باید غسل بکنیم و کل جان ما باید پاک باشه وقتی که بر رب ما ایستاده میشه. خب اگر کل جان را همیشه بشویم این حرج است. و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. الله میفهمد دینی که شما او را پذیرفتین و به شما از طرف الله داده شده، یکی از ویژگیش ایست که دیگه حرج نیست. بنان یا ایها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. بعد این پیام میده. پس به اصطلاح عام ما شما می چهار اندام خود را باید چی کنیم؟ باید بشویم. پس قبول نماز وقتی می شود که ما امو اقلن همین چهار اندام خود را خوب باید باشه. در این ششتن چرا؟ به خاطر هر قدر پاکی دقیق در این جا بیاید نماز صحیح می شود. یکی از دوستا پرسان کرده بود که چطور کاری بکنم که نماز را خوب بخوانم. اگر می خواهی نماز خوب داشته باشین، عقیده خوب داشته باشین، باورت بسیار زیبا باشه. حالا مسجد آمدی، در این مسجد آدابش یاد بگی. یکی از نکاتش خوب وضو گرفتن، وضو را خوب بگی.
آداب بسیار زیادی به ما میده. به قضای حاجت میری، رسول علیه السلام میفرمه که وقتی که داخل تشناب میشه بگو اللهم اینی اعوذ بک من الخبث والخبائث، خدا از گندگی ها به تو پناه میگیرم. چی گندگی ظاهری بوده باشه، چی گندگی معنوی بوده باشه، از این گندگی ها به تو پناه میگیرم یا الله. زیرا غالبا جنیات در جاهای گنده است. خدای ما را شر از اونا هم نگاه بکن. جای مردار هم است، خدای ما را نگاه بکن. در تشناب ششتی، نباید استدبار داشته باشی، نه استقبال به طرف کعبه. یعنی نه پیش رویت به طرف کعبه باشد، نه پشت سرت به طرف کعبه باشد. و در وقتی که تو میشینی به قضای حاجت، در اینجا دیگه چرت نزن، خیال پلاو نکو، حساب نگی. یک چیزی ضرورت بود. وقتی که خیستی، باز رسول علیه السلام میفرمید که غفرانک، غفرانک. خدایا تو را چنان دوست دارم که همین شب باید زبانم به یاد تو، به حمد تو، به ثنای تو باید گشوده می بود. نباید یک لحظه ما از یاد خدا غافل می شدیم. ولی اینی مکان و اینی حالت سزاوار یاد تو نیست. ادبا سکوت اختیار کردیم، چپ هستم. اینی لحظات را برم ببخش، اینی لحظات را برم ببخش. وقتی که از قضای حاجت خلاص میشیم فرصت بدیم. قطرات آب باید ختم شود، بعد از او باز وضو بگیریم. اکنون یک تعدادی از دوستا چون در تشناب هم کمود است و هم جای دستشوی است، فوراً اونجا میخیزند، اونجا وضو میگیرند بدون از اینکه قطرات آب خشک شود و درست خشک شود. اگر درست خشک نشود، تأثیر مستقیمت بر نماز دارد. نماز را صحیح خوانده نمیتونه. با وقتی که با وضو میریم، در وضو سنن را رعایت بکنیم. پیغمبر ما علیه السلام در یک حدیث عام ایتو می فرماید که هر کسی که یک کاری را می کند، یک کار خیر را می کند و بسم الله نگوید، فهو اقطع ابتر، او بی برکت است، او دنبوریده است. پس بهترین خیر چی است؟ وضو است. پس بسم الله بگویم. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحیم. آغازی که دست میشوین بسم الله بگوییم. وقتی که وضو میگیریم، مهمترین قضیه در وضو گرفتن کم مصرف کردن آب است. و اگر آب را ما زیاد مصرف میکنیم، گناه میکنیم، گناهگار میشیم. از این خاطر است که رسول علیه السلام به خاطر که ما تشویش پیدا نکنیم، هنگامی که به قضای حاجت میرفت، به پیران خود، به دنبان خود آب پاش میداد کم کم. و به ما میداد که یک تعداد انسان مردمات شوشی هستند، ولی ایجام نجاست نشود، ایجام نباشه، ایجام نباشه، ذهنش تیت میشود. به خاطر ازی حتی این کار میکرد. بسم الله الرحمن الرحیم بگو، وضوی تا شروع کن. یک دفعه وضو گرفتید، یک بار جان دستای چهار اندام تا ششتی، وضو صحیح است. دو دفعه ششتی، وضو صحیح است. سه دفعه ششتی، بهترین کار کردی. چهارم دفعه ششتی، گناهگار هستی. زیرا تقوای تو، دینداری تو و فهم تو به رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیرسد. پیغمبر علیه السلام در استعمال آب احتیاط میکرد، کم آب استعمال میکرد. خب شما چی میکنید؟ نه لیلا میکنی، آب روان است، تو باز زور زده رویستی، تو باش که دستم چطور میشه. برگار آب روان است. میشویی از ده دفعه هم زیاد کده رویستی، اما تو کده میری.
چرا این رقم کار میکنی؟ از این خاطر علما میگه که در سر بحر هم بودی، در سر دریان بودی، تو حق نداری زیاد بشویی. آب را به جای استعمال بگو. این را خب بگذار که آب توسط واترپمپ بیرون میشود، قیمت برش قائل میشه و حق دیگر را رضای میکنه. 20,000 لیتر آب در یک ذخیره ماست. 20,000 لیتر آب. 20,000 هم دهی. 40,000 لیتر آب را شما خلاص میکنه. میفهمین؟ چه رقم مصرف هست؟ یه معنی از اینه که خیلیش که در رئیس دیگه هم. تو کلا کردی میره و تو برش قسم باز میکنی. خیلی میگه که ما باز نماز صحیح میخوان. نه صحیح نماز نمیخوان. زیرا تو گناهگار هستی. تو گناهگار هستی. او تأثیر نماز را میگیری. انگامی که طهارت شد، پاکی شد، این پاکی بهترین، مهمترینش دهن است. دهن پاکو از غیبت، از دروغ، از نمامت، از شیطانت، از این پاکش کن. از نظر معنوی، از نظر ظاهری، مسواک استعمال کن. رسول علیه السلام ارشاد می فرماید لولا ان اشق على امتی لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء عند كل وضوء. اگر بر امتم سخت تمام نمیشد، دستور برش میدادم که هر باری وضو میگیرین مسواک استعمال کنید. ولی رحمتا و شفقتا میگم ما ایره برش لازم نکردیم، از جمله شروط وضو قرارش ندادیم، بلکه تشویق میگم. در حدیث دیگری تو میفرماید که لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء وصلاه. با امتم سخت تمام نمیشد، دستور برش میدادم که در هر وضو باید مسواک استعمال بکنی و هرگاه که تکبیر گفته میشود، اقامه میشود، مسواک استعمال کن. از نماز خو بیخی ما شما فراموش کردیم. او خو از جمله سنن متروکه ماست. خو در وضو هم فراموش کردیم. مثلا در این مسجد چند نفر هستیم؟ کلتان وضو گرفتیم. اگر بگم که کسایی که مسواک دارن دست خود بلند بکنه، من یقین دارم که از 50 نفر زیاد نمیشه. در حالی که کل ما شما مکلفیت داریم که زبان خود پاک بکنیم، دندانهای خود پاک بکنیم. از نظر صحی و از نظر تربیتی و از نظر از اینکه حق یک مسلمان دیگری برماست. حق دیگه خانمت سر تو حق داره، دهنت بد بوی میده، تو در حقیقت گناهکار هستی. چرا این کار میکنی؟ نسواری ها گناهکار هست، به جای چیز مردار رو در دهنتان میپردین. این ناروا هست، او سپردین باز مسواک هم استعمال نمیکنی. امسایت سر تو حق دارد، دستف ششتی، دهنت بوی میده، گناهکار هستی. چرا دانت نمیشه؟ چرا مسواک استعمال نمیکنه؟ از این خاطر پیامبر علیه السلام میگه که الطهور شطر الایمان. خود پاکی نصف ایمان است، نصف دین است، نصف دین. پس هم پاکی را رعایت بکنیم و پاکی را خلاف سنت رعایت نکنیم. سه دفعه باید آب بشوییم. از چهار که کدی گناهکار است. ما اتباع باید بکنیم، پیروی باید بکنیم، نه بدعت و از خود دین جور کردن. دوستای عزیز، وضو که میگیرین احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم را در نظر بگیرین و کوشش بکنین که او ثواب ها شامل حال شما شود. او ثواب ها را باید بگیرین. پایتان را میشوین، خوب بشوین، زیرا غالبا در زمستان کدام جای خشک میمانه. ویلون لیل اعقاب من النار. پیغمبر تهدید میکنند چرا جایت خشک ببانند. پایتان را بالا بشوین، هر قدر بالا ششتی بهتر تر است و ثواب بیشتر را میگیری. سفیدی پایت، نورانیت پایت بالا میرود.
و انگامی که وضو را خلاص کرده، ختمش کرده، در اینجا یک سلسله دعاهای است که در بعض کتاب ها آمده ولی سرزو دلیل نیست. پیامبر علیه السلام نگفته. رسول علیه السلام چیزی که به ما گفته وقتی که وضو خلاص کردی بگو اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. اگر ایرا ما گفتیم چی میشد؟ رسول الله علیه السلام فتحت له ثمانیه ابواب الجنه، 8 دروازه جنت برایت خلاص میشه، 8 دروازه جنت برایت خلاص میشود. جنت 8 دروازه دارد، هر دروازه برای یک عمل است. یک دروازه برای روزه‌دار، یک دروازه برای مجاهد، یک دروازه برای نمازگزار، یک دروازه برای کسی حج میکنه، یک دروازه برای کسی که انفاق میکنه. کسی که در وضو، در اخیر وضو بگه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له ثمانيه ابواب الجنه، 8 دروازه جنت بعد خلاص میشه، از هر کدامش که میخوای استقبالت میکنن. چرا این را یاد نگیریم؟ چرا این سنن را ترک میکنیم؟ چرا متوجه نیستیم؟ که کار باید بکنیم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت بلال میگه بلال تو چی کاری میکنی که تک تک پایت در جنت از خود کده پیش دیدم؟ میگه یا رسول الله من هیچ کدام کار مختص نمی کنم ولی وقتی که وضو میگیرم باز میام دو رکعت نماز میخوانم، شکرانه ای از یه عبادت خدا به من توفیق داد که وضو گرفتم، شکرانه دو رکعت نماز وضو. حضرت بلال رضی الله عنه را تک تک پایش رسول علیه السلام میگه از خود کرده پیش شنیدم، چی کاری تو میکنی؟ اگر وضو داشته باشین چه فواید برتان میاد؟ یک فایدهش خویی است که همیشه مسلح هستی، وقت نماز آمد بی تشویش نمازت میخوانی، انتظار رفتن برای نوبت نیست. دو، رب العالمین در قلبت خوشی را میارد، قلبت خوش می باشد، غم، اندو، چور، خیال پلاو کلش ختم می شود، قلبن خوش می باشد. و کل کاری که ما شما می کنیم برای خوشی است، لباس خوب، نان، فرش، خانه، این کلش برای چی است؟ برای که خوش باشی. وضو بگی الله قلبت خوش می کنه، قلبن خوش می باشی. قلبت که خوش شد میفهمی چی میشود؟ عقلت خوب کار میکنه. که خوش بوده باشی تصمیم خوب میگیری، تصمیم خوب میشود، فکر خوب میکنی، استقبال خوب میکنی از مردم، از اولادت، از خانمه، و این برکت وضو است. وضو بگی خود به خود به یاد الله وادارت میکنه، سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، به وادارت میکنه. وضو داشته باش از گناه دورت میکنه، از گناه دورت میکنه. من وضو دارم پس چرا به کسی بکنم؟ چرا غلط چیز را ببینم؟ چرا غلط چیز را بشنوم؟ از این هم خلاص میشی. وضو داشته باشین ثواب دیگهش، خوبی دیگهش، رزقتان خداوند متعال وسعت می بخشد، فقر الله از تو می گیرد، از فقر دور می شه، در رزقت الله برکت نازل می کند، شب با برکت می گیری، با لذت می گیری. یکی از اوقات در آمریکا معلم برای شاگردش می گید که بچه‌م آینده چی میخوای شوی؟ هر کس گفته رفت،
یک بچه یک پرسان که تو چی میخوای؟ گفت من میخوام صحابی شم. گفت یعنی چی؟ بس میخوام صحابی شوام. که پدرش ارتباط میگیره. این بچه چی میخوای؟ و او برش میگه که این خب با گفتن نمیشه. شما بیاین در خانه ما. و میمانم هسته. بعد از او باز میفهمی که من چی میخوایم. برای بچه چی میخوایم. این استاد میره خانه از شاگردش. و نان عادی را که تیار میکنه. این نان عادی را. این بسیار بامزه میخوره این مرد کنه. این نان همیشه ما پخته میکنه. چون تو مزه نمیده و از توی تو مزه میده. گفت از برکت امو هدفیست که فرزندم برای تو گفت. یعنی انسان مطمئن، موحد، یکتا پرست، با اخلاق، شجاع، متواضع، خیرخواه. اصحاب این تو مردم بودن. من به فرزندم این تو نمونه را دادم. این تو نفر شد. صادق، شجاع، امین، دلسوز، متواضع، فروتن، خیر. این تو مردم شد. دوستای عزیز میخوان که خوب باشین، وضو داشته باشین، با وضو بگردین. اگر با وضو باشین، هیچ جای کارتان بند نمیشه. باور داشته باش. این دفترهای رشوتخور و این حکومت دزد. از همین شر از یام خلاص میشه. الله خیر برد میده. جرو میفهمه انسان متقی و پرهیزگار وارد جای شود میفهمد که تزی غرض گرفتی گپ خراب میشود. الله متعال کار تا روان میکن. این برکت وضو است. این دیگه نعمتی است. الله متعال توسط وضو حافظیتان بلند میبره. یادداشتت بسیار قوی میباشد. دیدید بسیار قوی میباشد. شنوائید بسیار قوی می باشد. الله متعال نصیب ما شما بکنه. هم در وضو تلاش بکنن زیبا وضو بگیرن. زیبا وضو بگیرن. بعد از اینکه به طرف نماز می خواهیم کی کار کردی؟ به این باور داشته باش که انشاءالله نماز شما باز نماز اصلی است. مطمئن. مقبول، زیبا، از سجدت لذت میبری، از حمد و ثنایت لذت میبری، از استغفارت لذت میبری، از وجودت در مسجد لذت میبری و هم زندگیت انشاءالله الهی میشود و خداوند متعال برکات خود را بر شما نازل میکنه. برکات خود را بر شما نازل میکنه. انشاءالله که حضور همیشه داشته باشی. این ضرور نیست که ولی شرایطی که ما شما قرار داریم خب بیخی باید وضو داشته باشه. هر کدام ما شما در ناامنترین حصه دنیا قرار داریم. مرگ برای ما شما از شراک نعل ما نزدیکتر است. اگر با وضو بوده باشیم انشاءالله بهتر تر خواهد بود و زیباتر خواهد بود. گپ دوم حدیثی از رسول علیه السلام را دیدم بسیار زیبا بود. خوشم آمد به حسب محدثین کرام رضوان الله علیهم اجمعین او مبارکا می گفتند که به شاگردش که حدیث می گفت باز برش می گی حدیثی که من بر تو می گم یک میلیون روپه قیمتش است. یک میلیون روپه حدیث قیمتش است. معنایش ایست که اگر یک میلیون روپه که تو باشه چقدر خوش می شی یا اگر یک میلیون روپه در یک جای باشه چقدر پشتش می دوی و برای نگه داشتن یک میلیون روپه چقدر زحمت میکشی کسی از پیش نبرد. این حدیث هم که من براتون میگم قیمتش 2 میلیون روپه است. خوب قایم نگاهش بکنین و صحیح نگاهش بکنین. رسول علیه السلام نشسته بود جنازه ای آوردن. جنازه ای را آوردن وقتی که گذاشتش حضرت عمر رضی الله عنه خیست گفت که یا رسول الله تصلی علیه به این مرد نماز نخوان لا تصلی علیه فانه رجول فاجر مرد بسیار بدکاری است مرد بدکاری سرش نماز نخوان
فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الناس بطرف مردم دید و قال گفت هل رآه احد منكم على عمل الاسلام؟ در مابین شما کسی هست که نفر با یکی از کارهای دین دیده باشد؟ با یکی از کارهای اسلام دیده باشد؟ یک صحابی دست خدا بلند کرد که بلا یا رسول الله، ما ایره دیدم لیلتن یحرس فی سبیل الله، یک شب دیدم که پیرداری دین میکرد، پیردار بود، در یک شب پیره میکرد، ایره دیدم. فصل علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر سرش نماز خوند و حث علیه التراب، با دست خودش مبارک خاک سرش انداخت و تشویق کرد دیگران را که خاک سرش بیاید. بعد روی خود را به طرف صحابه کرد و گفت که ان اصحابك يظنونك انك من اهل النار، ای دوستایت تو گمان میکنه که تو از اهل آتش هستی. ان اصحابك يظنون انك من اهل النار، که تو از اهل دوزخ هستی. و انا اشهد انك من اهل الجنه، ما گواهی میدم که تو از اهل جنت هستی. بعد روی خدا به حضرت عمر کرد، یا عمر انك لا تسأل عن اعمال الناس، تو از اعمال مردم پرسان نکو، یا تو پرسیده نمیشی از اعمال مردم، تو بروی فلانه چی کار میکرد، فلانه چی کار میکرد، تحقیق شروع کرید، سارنوال شدید، تو رو با کارهای مردم چی؟ اینکه لا تسأل عن اعمال الناس، قاضی نشین او برادرها، کل ما و شما قاضی شده. در سر دروازه جنت و دوزخ موت شده، او را جنت روی که، او را دوزخ روی که، او را جنت روی که، او را دوزخ روی که، چی حالا شما شروع کردید؟ لا تسأل عن اعمال الناس ولكن تسأل عن الفطره، از فطرت پرسان کن، از فطرت. خب در از نظر علمی ما هر کلمه را که میگیریم او را که میخواییم که معنایش را بفهمیم، تعریف لغوی داریم، تعریف اصطلاحی داریم که اصطلاح باز به دو بخش تقسیم میشود، اصطلاح شرعی داریم، اصطلاح فنی داریم و اصطلاح عرفی داریم. وقتی که در دین گپ میزنیم، در دین مراد ما از اصطلاح، اصطلاح شرعی است، نه اصطلاح لغوی، نه اصطلاح فنی، نه اصطلاح عرفی. مثلا نماز، صلات معنای لغویش دعا است، نیایش است، ولی وقتی که ما بر خود میگم نماز خوندی، معنای خیلی نیست که ما دعا کردی، معنای شرعی مراد است. یعنی امو عملی که به تکبیر شروع میشه و به تسلیم ختم میشه، می کردی نکردی؟ نماز پیشین خواندی یا نماز صبح خواندی؟ معنا خود دعا نیست، معنا عمل مفهوم شرعی است. پس هرگاه ما مفهوم شرعی را می خواهیم پیدا بکنیم، چی میکنیم؟ به کتاب الله مراجعه میکنیم، به سنت رسول الله مراجعه میکنیم، به اقوال صحابه مراجعه میکنیم، به اقوال تابعین مراجعه میکنیم، با اقوال تبع تابعین مراجعه میکنم، ثم یشفی الکذب، ایجا مراجعه میکنم، ایجا چی معنا میده؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم با عمر رضی الله عنه میفرمه که ولیکن تسأل عن الفطره، برو از فطرت پرسان کن. رسول الله صلی الله علیه و سلم فطرت در حدیث دیگر تشریح میکنند، کل مولود یولد علی الفطره فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه،
هر کسی که به دنیا میاد به فطرت ایمان، به توحید، به یکتاپرستی میاد. پس آن پدرش او را باز مشرک میکنه، یهودی میکنه، نصرانی میکنه، مجوسیش میکنه. محیط سر زو تأثیر میکنه. ورنه بشر در انسان در فطرتش موحد و یکتاپرست است. ولیکن تسأل عن الفطرة ما المعنى؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میفرماید؟ من قال لا اله الا الله دخل الجنه، دخل الجنه. وقتی که ایره گفت صحابی استاد می شود، صحابی مبارک حضرت ابوذر غفاری رضی الله عنه و ارضا می فرماید یا رسول الله و ان سرق و ان زنا، اگر دزدی بکنه، اگر زنا بکند بازم داخل جنت می شود؟ پیامبر میگه نعم و ان سرق و ان زنا. بعد طاقتش نشد، باز گفت که و این سرق و این زنا. باز پیامبر خدا گفت که و این سرق و این زنا على رغم انف ابی ذر. کسی که لا اله الا الله گفت داخل جنت می شد ولو که بر رغم مخالفت ابو ذر، ولو که ابو ذر مخالفت بکنه این نفر جنت می رود. رسول الله صلی الله علیه و سلم ارشاد می فرماید من قال لا اله الا الله دخل الجنه. تمثیل دیگری عجیب می کند. مجلسی است، رسول الله صلی الله علیه و سلم نشسته است، صحابه گوش می کردند. پیغمبر علیه السلام نعمت خیست ناگهانی. خب که خیست داخل شد در یک باغچه، دیر شد. تشویش کردن صحابه کجا شد رسول علیه السلام. دیت یک موریگک بود، حضرت ابو هره از امون داخل شد، میبینه که پیامبر علیه السلام به یک چاگکی از آب از امون نشسته است و تشویش صحابه را اظهار کرد. پیامبر علیه السلام برش گفت که پیزارای مرا بگی و هر کسی که پیش روی تو آمد برش بگو که من شهد الله اله الا الله و ان محمد رسول الله دخل الجنه. هر کسی که شهادت داد بگو داخل جنت می شود. این مبارک این پیزارای رسول علیه السلام باش چی میگه؟ این نشانی صحت گفتار، نشانی صحت گفتار که این از زبان ما گرفتی بته. مبارک کم می رود، حضرت عمر پیش روش می آید، گفت که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم، از پیغمبر شنیدم کسی که واهی بدهد نیست معبود بر حق جز الله و محمد فرستاده از او داخل جنت میشد. حضرت عمر دم سینهش میزنه چی میگه؟ این پیزارایش گفت نشانیم است، پیزارایش نشانیم است. دوستای عزیز، خواهش میکنم از برای خدا، شما چی حالا شروع کردیم؟ چی شروع کرده؟ میش نمیفهمم. یه دین شخصی نکنه، یه دین شخصی نکنه. یکی را کافر میکنه، یکی را مشرک میکنه، یکی را یک چیز میکنه، یکی را دیگه. از این دین بابا جور کرده. این دین یک بزرگ است، یک عظیم است که هر قدر ما تلاش بکنیم دیگر را داخل جنت شوند، جای ما بالا میرود، جای ما بالا میرود. بدترین عمل در اسلام میفهمین چیست؟ که توسط ما یک کسی دوزخ برود، توسط ما یک کسی از دین دور شود، توسط ما کسی با دین جفا بکند، اسلام بدش بیاید، به خاطر ما، به خاطر اعمال ما. از خاطر قرآن کریم به ما چه توصیه عجیب میکنه؟ میگه بگن ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمین. خدای مرا وسیله گمراهی ستمگران قرار نده که مرا ببینه از اسلام فرار بکنه. این کلان دین، این عظیم دین، این قبل شما خورد شد که تمام مروز دورخ روی بکنم؟ این کار ما نیست. یسیرو ولا تعسیرو، بشیرو ولا تنفیرو. نگفته که سختی بکنن، یسیرو. نگفت که تهدیدش بکن، بکن بشیرو. عزیزای ما این دین را بسیار غلط تعبیر میکنیم. کلان دین را آوردیم، بار بار بر شما گفتیم که عزیزای مذهب دین نیست،
مذهب وسیله شناخت دین است. دین کتاب الله و سنت رسول الله است. که این سنت رسول الله را خوب بفهمیم، زیبا بفهمیم و زیبا عمل بکنیم. در مذهبت که نباشه چی فکرش سرش میکنه؟ بخلاف مذهبت گپ بزنه کجا فکرش میکنه؟ بخلاف نظری شخصیت گپ بزنه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. این کار نکنین. این دین خدا، دین خدا از دین شخصیتون نیست و جنت هم در اختیارتون نیست، دوزخ رای کردن هم در اختیارتون نیست. مسلمان هم مسلمان بگو، به ایمانش فکر کن، مسلمان هم دوزخ رای نکو، کافرش نکو، مشرکش نگو و دعوت دعوت را درست بکو. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسن و جادلهم بالتی هی احسن. این دین است. با اخلاق، با پیشانی باز این کار را بکنید. من متاسف هستم که چرا ماجور نمیشیم؟ چرا از این خودخواهی های خود نمیشینیم؟ چرا تعبیر شخصی خود را بر دیگران تحمیل میکنیم؟ چرا نظری شخصی خود را دین میگوییم؟ نظری شخصی خود را، تعبیر شخصی خود را، این کار را نکنیم. همه ما شما مسلمان هستیم، همه ما شما برادر یک دیگر هستیم. من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فهو في ذمه الله. كسي كي بقبله ما نماز بخونه. من صلى صلاتنا نماز ما را بخونه، واستقبل قبلتنا بقبله ما نماز بخونه، واكل ذبيحتنا گوشت ما حلال مذبوحه ما را بخورد، فهو في ذمه الله، در ذمه خدا هست. فلا تخيروا ذمه الله. سمه خدا را تو چیکار هستی که مشکنانی و پاریش میکنی؟ خدا او را بنده خود میگه، تو میگه بندیش نیستی. رسول الله میگه امت من، تو میگه امت من نیست. این کار را نکنین. الله متعال ما شما را هدایت نصیب بکنه، فهم زیبای دین را الله نصیب ما شما بکنه. سبحانك اللهم و بحمدك استغفر الله، اشهد ان لا اله الا الله، استغفرك و اتوب الیک.